این تلویزیون علی کاسبی کردن نبود عزیزان من، خودتون درک میکنید چه کجا به شما جنس فروختیم. غیر از اینکه سری تصاویر اعلی حضرت یه چیزایی بوده که دکتر سرکول اونم برای ایران بوده، غرور افتخارات ما بوده، ما کاسبی نکردیم اینجا، 10 نفرم نبردیم اینجا هر کدوم 100 دلار بگیریم ازشون. درک کنید که ما در چه موقعیتی هستیم، باید کمکش بکنید از روی اربره. خب شما دشمن رو خوشحال میکنید، جمهوری اسلامی تنها هدفش اینه که این رسانه رو خاموش کنه. به اهورامزدا ایران حقیقت بهتون میگم، رئیس مجلسش میاد در تلویزیون علنا در مجلس شورای اسلامیش راجع به تلویزیون سلطنت طلب صحبت میکنه. کدام تلویزیون صحبت سلطنت؟ هیچ کدامشون، هیچ کدام تلویزیون آریامره آرزوش هست. بنابراین چیکار میکنه؟ تمام فشار به اون کسانشون میاره که آقا یه کاری بکنید. یا اون کسانی که ناخودآگاه نشستن به دیگه گوش میکنن، آقا این تلویزیون تو اون رو اگه کمکی میکنی قطع کن. اون کسانی که واقعا در طول مدت ها کمک میکردی قطع کرده اید، مظلوم تمنا میکنم یه بار دیگه فکر بکنه، بگو چرا من قطع کردم کمکم به تلویزیون آریامه، برای که مشکل چه بود، اون مشکل رو با اون مطرح کنید. دکتر سرکوی با تمام وجودش حاضر گوش کنه بهتون. ما باید برای بقای تلویزیون و جنگیدن با حکومت اسلامی این چیزها رو بگذاریم کنار، آریایی باشیم، با هم دستامون یکی بکنیم. به اهورامزدا ایران ظرف 30 سال گذشته هیچ رسانه‌ای به اون طریقی که تلویزیون آریامه عمل کرده صمیمی و صادق با تو بوده نبوده، خودت هم میدانی. نگاهشون بکنید، از چهرهشون صداقت رو نمیبینید. به صورت آریان نگاه کنید، تمام وجود من صداقت ایرانی با تو دارم صحبت میکنم. دکتر سرکوی از برنامه‌اش وقتی میاد بیرون تمام وجود واقعا پر از نفرت از این رژیمه و اون سعی میکنه به تو منتقل بکنه، بگه تو هم باید مثل من متنفر از این رژیم باشی. ولی دو نفر نمیتونن این کار بکنن، بار بسیار سنگینی است. یه ده هم میهنه که بار بزرگی از اینو میکشن و من خودم یکی از اونها میتونم باشم. این یه مقدار طاقت فرساست. همه باید با هم بیان، همه با هم کمک بکنیم. تلویزیون رو خودتون نگرش دارید. اون کسانی که میتوانید و واقعا قدرت مالیش رو دارید میتونین دفتر زنگ بزنین، مشخصات ترستار 12 یا گلکسی 19 رو بگیرین، براشون مستقیما بگین من میخوام 10000 دلار 5000 دلار برای ماندگاری رسانه کمک بکنم. بهورامزدا ایران شما به خودتون کمک کردین، به همیهنان در درون کمک کردین. در ایران یک زمانی اون کسانی که پول داشتن میرفتن پیش یه آخوند ملا پولشون رو تمیز میکردن. مثلا میگفت میرفت پیش یه آخوندی توی قوم یا هر کجای دیگه، میگفت من 10 میلیون تومان ساختم. حالا به هر طریق بوده اغلبش هم یا بازاریا بودن، یه کسانی که واقعا دست داشتن بتونن پول بشن. این آخونده دست روش میکشه اون پولو، یه تیکه گندش میگه سهم منه، میگه پول تو تمیز شد. شما لازم نیست این کارو بکنید. پول شما تمیزه، برای که کشور خارج دارین زحمت میکشید یا در اروپا. بگی من به این رسانه میخوام بکنم، توقع 2000 تا 2500 دلار هم نداره، 50000 دلار مینیممش کرده واقعا. تمام هزینه ها زده اینجا. باز براتون گفتم ارباب جمع اینجا 5 نفره، من که حقوق نمیگیرم، دکتر سرکوی حقوق نمیگیره، یک سیاوش و یک بیژن هست با 2 تا 3 تا واقعا ستلایت که داره برای ایران و اروپا و امریکا داره میره. مینیمم یه تلویزیون داره آپارات میکنه و هیچ درآمدی نداره، نه کمرشال داره نه برنامه ساز داره. یه خانم دکتر سایان هم میاد که دکتر سرکوی اصلا نشون چارج نمیکنه. من دکتر صحبت میگم، گفتم خب دکتر جون با خانم سایان صحبت بکن، حداقل اگه شما تلویزیون های دیگه میرن اونجا حضور میدن یه مقدار همراهی با تلویزیون. گفت روم نمیشه. ببینیم ما کجای کار داریم میایم. ایشون بسیار دوستش میداریم، یاد دو برنامه‌اش اجرا میکنه، ولی باور بکنه یک پنی از ایشون حتی دکتر نخواسته. من سید جون به صورت تلویزیون هزینه دلار که ایشون داشته میارن باشون صحبت بکنید. ما اینقدر اهل شرم و حیا هستیم درو که میتونیم واقعا. من بارها دیدم یه دیجو میان برنامه مذهبی بیارن، یعنی بیارن سکوی میگه عزیز من ما از این کارو نمیکنیم، درو که احتیاج بهش داریم. اون وقت یه خط تلویزیون عوض می، شما نگاه میکنید دارید راجع یک دین صحبت میکنید، راجع یه برنامه فرش نگذاشتید و نمیکنید این کار رو. بیان اینجا بگن تمام هزینه تلویزیون را میدید، نمیکنیم این کار. عزیز من حقیقت رو داریم با تو مطرح میکنیم. ما فقط وابسته به کمک شما عزیزان هستیم. 10 دلار 20 دلار 100 دلار یه دی هستم که واقعا 500 دلار 1000 دلار کمک میکنن. منوچهر عزیز من واقعا مبلغای بسیار درشتی با خود کمک کرده، برای که درک کرده این تلویزیون داره چیکار میکنه. خب ما بریم چی میشه؟ جمهوری اسلامی بهش که بالا بنداز میکنه. این رسانه‌ها که اینجا نشستن که گاهی اوقات ما بهشون میتوبیم و حقیقت هم واقعا داره، میگن بابا خیالمون راحت شد، دیگه کسی با ما کاری نداره، دوباره دبی موبی بگیشن سر کار بزنن جیب شما رو خالی کنن، کاری که 20 سال 30 سال کردن. برای ما در مقابل هر جا باید بستیم، در مقابل رسانه مزدور بستیم، در مقابل مزدورانی که با رژیم کار میکنن بستیم، در مقابل مزدوران رژیم که در داخل هستن بستیم، در مقابل مزدورانی که هر آن میخوان گردن ما رو بزنن بستیم. و اینا چیزای ساده ای نیست عزیز من. جمهوری اسلامی بسیار قدرت داره، راحت میتونه یه نفر اجیر بکنه بگه آقا 100000 دلار میدم این آقا رو بیارش پایین، و میتونه این کارو بکنه.
بسیار ساده میتونه این کارو بکنه. کیه که سر از آدران نگیره و دو تا گوله تو مغز بنده دکتر سکوی نگذاره؟ ولی ما تا اینجای خطش وایسادیم، ولی شما که در خانه نشسته ای داری تلویزیون نگاه میکنی و دوست میداری اون حس میان پرستش و وظیفه تو که بگی من نمیگذارم برای تو اتفاقی از نظر مالی بیفته، حفظ جان تو با خودت، من کاری نمیتونم بکنم. البته ما هم اینقدر بچه نیستیم بگیم راحت بشینیم اینجا. سازمان کشور امریکا میداند که ما چیکار میکنیم و اونا پروتکشن های خودشون رو دارن. به این سادگی هم نیست، ولی به طور کلی این ریسک همیشه هست. بقیه اگه میدونی به این طرف صحبت نمیکنن میترسه، میگه آقا من حقوقم میگیرم کاسبیر میکنم ولم کن بابا، من چیکارم که بخوام با ایران درگیری پیدا بکنم؟ با رژیم جمهوری اسلامی پول داره، دنیا با اینا هستن، نیست من، ما باش نیستیم، مردم باش نیستن، میشه پایینش کشید. همین خلاصه کنم برات، کارنامه تلویزیون آریامر رو بسیار زیبا ریویو کردین، نگاه کن، بسیار زیباست، بسیار کوبنده است، بسیار میهن پرستانه، بسیار با تو سینسیره، با تو صادق و صمیمیه، نگرش دارید. این یک حقیقتی بهتون میگم، نگرش دارید تلویزیون آریامر رو، برای که راه بسیار پرخطری رو طی کرده و پایان رژیم رو باید با هم جشن بگیریم. $100 $200 $500 در حساب پس انداز یا چکینگ تو اگه بمونه به تو خوشحالی نمیده، ولی اگر آمد این رسانه موند و کارش رو در ایران که به زیبایی تا انجام داد تمام کرد، به تو غرور افتخاری میده که غیر قابل توصیفه. واقعا من میتوانستم اون پولی که خواستم برای اینجا شروع بکنی بهش نگاه میدادم، به حساب بانکی نگاه میکردم، واو، من به هیچ عنوان خوشحال نمیشدم اگر نگاه میکردم اون مبلغی رو که خواستم کمک بکنم. میگم باعث غرور افتخار منه، هر پنیش فدای سر اون جوانان و دختران که در خیابون جونشون رو ریسک میکنن، میگن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر احمدی نژاد و مرگ بر ولایت فقیه. من چه کارم؟ من که در این محیط سالم راحت میام اینجا مینشم با اونا صحبت میکنم. بنابراین شما وظیفه خود انجام بدی، هم یعنی که تلویزیون آرمه داری نگاه میکنی، به رادیو گوش میکنی یا اینترنت نگاه میکنی، یک وظیفه داری. این بسیار حیاتی است. تلویزیون آرمه باید بماند، ما شانس دیگری نداریم. اگر واقعا به اون مسیر رفتید، متاسف خواهم بود که شما ایرانیان یک مقدار شایسته اون هستیم که این رژیم جنایتکار بیاید کشور ما رو غارت بکنه، زن و دختر ما رو بهش تجاوز بکنه، دختران زیبای ایران به سواحل جنوب خلیج فارس و صادر بکنه و بگذاره زیر این عرب‌های کثافت و حرامزاده بخوابن، یا در کشورهای خارج در اردوگاه‌ها زندگی بکنن و با بدبختی با اسسای زندگی بکنن، در حال کشور بسیار پرقدرت پولداری دارن و یک دف فلسطینی تبار رو دوز کشور رو گرفتن و ما نشستیم و نگاه کردیم، قبول کردیم که 5 میلیون 6 میلیون آواره در دنیا باشیم و با بدبختی و سرفکندگی زندگی کنیم. ما سرفکنده نبودیم هیچ زمانی، ما با غرور سرمون رو بالا می‌گرفتیم، می‌گفتیم من از ایران می‌آیم، از ایران با هواپیماهای جامبوجت ایرانل بی‌تر هر فرودگاه پیاده می‌شدیم، فرش قرمز برامون پیاده می‌کردند.